سلام، برنامه لایف من زهرا سروش خانم دکتر فوجان زینی همراه شما. با سلام به شما عزیزان، به سلام به شمای گل. قربونتون برم، خوشحالم. خیلی خیلی خوبم. نمیدونم بعضی از آدم ها اینجوری از شما تجربه کردی، اقیانوسن، مثبتن، خوبن، هرچی هم مسئله داشته باشی وقتی بهشون میرسی آروم میگیری، کنار دریا رفتی چقدر آروم میگیری، اینطوریه. ایشون هم میگن شما هم همینطورین. این مثلث خوبیه. امیدوارم که این برنامه لایف بتونه همچنان هر روز پربارتر بشه، همراه شما عزیز باشه. میدونین که خانم دکتر فوجان زینی پژوهشگر، نویسنده و روانشناس خوب برنامه‌مون هستن. پژوهش‌های زیادی میکنن، کتاب ریست رو نوشتن و کتاب ما، و به هر حال همه ما داریم ازش استفاده. راستی کی ترجمه میشه؟ در حاله. ریست در حاله. یکم راجع به ریست صحبت کنیم، بعد بریم راجع به آخرین پژوهش‌های روانشناسی. کتاب لایف ریست که الان داره ترجمه میشه به فارسی. این لایف ریسته. اس لایف ریست. کلام شما. من میدونستم شما ریست رو دارید میگید، چون لایف به هر صورت برنامه‌مون لایف هست. چه جالب. که در حقیقت یک مدل روانشناسیه که ابدا کردم، که تقریبا حضور هر کسی رو توی حال برای خودش باز میکنه، که هر چقدر بیشتر آگاهی به خودمون پیدا بکنیم، اون آگاهی کمک میکنه که ما بتونیم که زندگیمون به تغییراتی که دلمون میخواد بهش بدیم. این آگاهی کمک میکنه ببینیم چقدر چیز ممکنه مواردی که کارایی برامون نداره امروز از گذشته هامون اومده، باورها، تجربیات، اتفاقایی که افتاده، حتی فرهنگ یا فرهنگ خانواده یا فرهنگ جامعه‌ای که بوده این ایده ها رو به ما داده، و بعد اونایی که کار نمیکنه برامون رها کنیم، اگر آزار و اذیتی دیدیم اونا رو رها بکنیم، خالی کنیم در حقیقت گذشتمون رو، و بعد آینده سازی بکنیم از یک جای سالم، از یک جای مثبت، تا اینی که آینده سازی بکنیم فقط روی ترس های قدیمی و روی باورهای قدیمی، و بتونیم اینا رو در کنار هم بیاریم. مثل تمرین توی این کتاب گذاشته شده. بله بله، من شروع کردم، خیلی وقت آروم آروم دارم میخونمش، چون احساس میکنم مثل دایت المعارفه، یعنی کتابی نیست که یه بار بخونی بذاری کنار، هر روز میتونی بری استفادهش کنی. ولی این رهایی رو دارم ازش یاد میگیرم، چون همه این چیزها رو ممکنه ما علمشو داشته باشیم، گوش میدیم، میشنویم، الانم که بمباران اطلاعاته، ولی به یه جایی میرسی عملش برات سخته، یعنی نمیتونی این گذشته اصلا سرش چسبیده بهت. و این کتاب داره یاد میده که چطوری این جدایی رو به وجود بیاری، چیزی که ازت اذیتت میکنه رو رها کنی به نظر. خیلی خوبه، منم توصیه میکنم حتما شما هم بخونید. اونایی که به زبان انگلیسی راحتین هستش الان، از چه به چه صورت؟ نه، تو وبسایت من برن fujan.com یا amazon.com، هر دو میتونن اونو دریافت بکنن. fujan.com ببرن که تمام کتاب ما رو میتونن داشته باشن، لایف ریست و سی دی هایی که وجود داره، همه اینا رو هستش. بریم به سراغ آخرین پژوهش هایی که در دنیای روانشناسی هست، ببینیم که آیا باز هم ربطی پیدا میکنه به تکنولوژی یا نه. آخرین موردی که در حقیقت هفته پیش به وجود اومده اینه که American Psychiatric Association و American Psychological Association، یعنی گروه هایی که هم مال روانشناسا هستن هم مال روانپزشکا هستن، بالاخره مسئله بازی کردن های الکترونیکی و کامپیوتری رو، اون رو هم جزء اعتیاد گذاشتن، و در اینجا ثبت شدش که حتی آدم ها میتونن به اون اعتیاد پیدا کنن. بعد روی این یکی از مقالاتی که اومده بودش که توی American Journal of Human Biology این رو گذاشتن و داشتن نگاه میکردن که چجوری با آدم ها دارن کار میکنن، متوجه شدن که وقتی که میگن genetic expression، اون ژنی رو که وجود داره توی ماسک نگاه میکنه که استرس چقدر بالا میره و یه پایین میاد، متوجه شدن کسانی که استرسشون خیلی بالاست و بعد وقتی بازی میکنن به جایی که لذت ببرن، استرس بدنشون زیاد میشه، عصبانی میشن، نمیدونم، شروع میکنن دعوا کردن و اون حالتی رو که نکنه ببازم معانی به خودشون میدن، دلهوره و استرس بالا میره. اون گروهی هستن که بیشتر این فضا رو امکان داره که معتاد بهش بشن. و قسمت مغز اینفانتال کورتکسی رو که شروع میکنه جهش پیدا کردن و نورانی میشه، متوجه شدن که خیلی خیلی متفاوته با کسانی که فقط گهگداری بازی میکنن و لذت میبرن. خب ما این همین مسئله رو تو مثلا کسانی که شاید مشروب
البته عادی گهگداری خوردن و یا اینی که الکلی بودن، کسایی که گهگداری سیگار ممکنه بکشن یا اینکه سیگاری شدن یا مواد مخدر گهگداری استفاده میکنن یا اینکه معتاد شدن، این ترکیبات متفاوت رو قشنگ میتونستن ببینن توی مغز که چه اتفاقی میفته. چون کسایی که گهگداری مسائل رو به عنوان لذت استفاده میکنن، کل سیستم بدن آرامش پیدا میکنه، لذت رو حس میکنه و اینفلمیت نمیشه، آرومه، تمام بدن آرومه. وقتی که یک شخصی اون شخصیت در حقیقت معتاد رو داره و بعد با هر کدوم این مسائل میتونه اعتیاد پیدا کنه، اونا که اینا رو استفاده میکنن معلوم میشه که چقدر به بدنشون بیشتر دارن استرس وارد میکنن زمانی که این کار در حقیقت مساوی هن با اعتیادهای دیگه. یعنی کسی که معتاد هست فرقی نمیکنه به بازی معتاد باشه یا به، پس بنابراین اگه تفننی بگیریم، خب اولش هم از تفنن شروع میشه البته، نمیگیم یه بار دو بار اینا، بعد یه دفعه دیگه اصلا میبینیم که اون نورانی نورش زیاد شد و استرس هم بهش اضافه شد مثل هر اعتیاد دیگه. دقیقاً. مثلا کسانی هستن که برق بازی میکنن، خیلی ها هستن که مثلا یه هفته در شهر با دوستانشون میشینن پوکر بازی میکنن، رامی بازی میکنن، ولی کسانی هستن که قمار بازن و قمار رو به حالت اعتیاد باهاش زندگی میکنن و جلو میرن و این تفاوت ها وجود داره. و اینی که حرفش اینه که بعضی از آدم ها شخصیتشون معتادگونه است، حالا به هر چیزی وابسته میشن، دقیقا وابسته میشن و بعد اون وابستگیشون برشون استرس به وجود میاره. اون استرسی که به وجود میاره اونها رو بیشتر میبره به اونجا و حالت ویار ذهنی به وجود میاره، obsession به وجود میاره، craving، obsession، خارش مغزی. آخه بعضی وقتا توی موزیک هم اینجوریه، مثلا یه موزیک دیدی همجوری تکرارش میکنی بابا ولت نمیکنه، همجوری یه تکه یه بیت از شعر رو همجوری برای خودت میخونی، دمی 24 ساعت شد، یه حالت مغزی دیگه توی گیر میکنه، گیر میکنه یه جایی، گیری بوکسش گیر میکنه. حالا در مورد اعتیاد هم همینطور، حالا چیکار بکنیم که تفنن رو داشته باشیم ولی به اون مرحله اعتیاد نرسیم؟ آیا همه این مرحله رو مثل هم میگذرن یا همونجوری که شما فرمودید بستگی به شخصیت و سیمپیچای مغز داره که یه نفر به اصطلاح طوریه که اعتیاد پیدا میکنه، یه نفر دیگه ممکنه اعتیاد پیدا نکنه؟ این هستش که بله، در همون شرایط ممکنه یک نفر اعتیاد پیدا کنه یک نفر پیدا نکنه و یه مقدار زیادی به شخصیت اونها وصل هست. ولی خب یه چیزی مشخصه که چه در مورد مواد دارن صحبت میکنن چه در مورد حتی این مسئله صحبت میکنن، ریسرچ های دیگه، تحقیقات دیگه ای که روی بچه ها انجام شده متوجه شدن شما وقتی از کودکی بچه ها رو کاری انجام میدین که اونها بالانس داشته باشن و تمام زندگی رفتاری که انجام میدن یک تعادل به خصوصی داشته باشه، کمتر درصد اینه که کلن آدم های با شخصیت معتادگونه و یا معتاد بشن وجود دارن. اینه که یک مسئله ای رو خوششون میاد و توی مغزشون ریورد سنتر ها همینجوری این لذت ها رو داره پخش میکنه، وقتی که خیلی که زیاد میشه بعد عادت میکنه به اون مقدار لذت، بعد دیگه لذت های کوچیکتر و راحتتر براش اونقدر خوشش نمیاد و هی بر میگرده به اینه که همون مقدار لذت رو ببره. و وقتی که طولانی تر میشه یواش یواش مغز عادت میکنه به همچین چیزی و به خاطر همینه میگن وقتی که تعادل میدین فرصت ها این فضا رو به وجود میاره که مقدار زیادی از اون لذت یک دفعه به وجود نیاد و یا طولانی نشه که اون رو عادت کنه. در نتیجه معمولا برای بچه های کوچیک میگن رفتارها، اگر که یک مثلا اگه با دستشون دارن استفاده میکنن یه مدت باشه، بعد برگردن یک عملی انجام بدن که از چشمشون دارن استفاده میکنن، یه عملی انجام بدن که دارن یه چیزی رو میسازن، بعد یه عملی انجام بدن که دارن فکر میکنن، یه عملی انجام دادن که دارن میخورن، تکرار یه موضوعی نباشه برای زمان طولانی، دقیقاً این تعادل به وجود میاره چون از قسمت‌های مختلف وجودشون و مغزشون و بدنشون در حال استفاده کردنن. این تعادل کمک میکنه که اشخاص کمتر در آینده معتاد بشن. جالبه که یه روی یوتیوب هم میتونید مشاهده بکنید، با همکارمون داشتیم صحبت میکردیم، یک گروهی میگه در کره هستن که نشون داده که حتی پمپرز میکنن خودشون رو، پوشک میزنن به خودشون، بزرگ ساله ها که یه موقعی از بازی جا نمونن، باشن سر بازیشون یک لحظه حتی برای دستشویی رفتن هم به خودشون وقت نمیدن، یعنی به اون مرحله شدت میرسه. تو سنای بالا هم من مشاهده کردم که مثلا
طرف یه زندگی عادی داشته، حالا تنها شده، بزرگ شده، به اصطلاح بچه‌ها دور شدن، از خانواده دور شده، رفته یه اعتیادی پیدا کرده، حالا یا با پوکر، قمار یا از این ماشینا. به هر حال این اینقدر تکرار شده که کل زندگیشو گرفته. من گفتین یک مراجعه داشتم که رو صندلی چرخدار بود و قمارباز بود و تا این حقوقش رو که سرمان میگرفت میرفت این همین پوشک میبست، میرفت توی یه چیز توی کازینو، آب نمیخورد، هیچی نمیخورد، پوشک هم میبست، انقدر بازی میکرد که میبردنش بیمارستان که حالش بد میشد، دوباره از بیمارستان میابردنش بیرون، حالش رو بهتر میکردن، دوباره صبر میکرد تا حقوقش رو میگرفت. یعنی ماهی یک بار ما این برنامه رو داشتیم و دقیقا وقتی که اعتیاد پیدا میکنیم به کارهای رفتاری، حالا خیلی از شماها ممکنه که شنیده باشید یا کسی داشته باشید از زندگیتون که اعتیاد داره به یک ماده، ولی رفتاری هم آدمها اعتیاد پیدا میکنن که همون شرایط رو داره، مثلا افسردگی، حتی برای گیمینگ، برای بازی کردن و اینو دقت کردن که افسردگی خیلی شدید و مخصوصا برای مسائل گیمینگ تنهایی منزوی شدن خیلی زیاد میشه، برای اینکه اون اشخاص معمولا نشستن و با کامپیوتر فقط دارن کار میکنن، حتی اگر با 4 تا از دوستاشون قسمت های مختلف دنیاست ولی هیچ کسی در اطرافشون نیست و به خاطر همین ارتباط پیدا کردن و یا معاشرت اصلا بعد از یه مدتی یادشون میره و وقتی این آدم رو بعدش میبرین مثلا تو فضای مهمونی ها یا حتی بخواد کار بکنه انگار رباته، دقیقاً نمیدونه با خودش چی کار بکنه، توی فضای عادی که با آدم ها هست راحت دیگه نیست. ولی این برای خانواده ها واقعا سخته. من یکی از دوستانم مواجه هست به این موضوع که پسرش درسش هم میخونه، البته جنیس، درسش رو میخونه، نمرهاش خوبه، ولی تمام وقتش با این بازی های کامپیوتریه و دوستای مجازی که دور دنیا داره و باهاش بازی میکنه. میگه خب تا حالا نتونستم کاری براش بکنم، نمیدونم. برای این مادرها چه توصیه‌ای داریم که از کجا شروع بکنن؟ چون جنگیدن که فایده نداره، هرچی به بچه‌ها میگی تازه فقط دعوا و مسائل مختلف و قهر میکنن و میرن تو اتاق و میان یه زمانی بچه‌ها رو به زور غروب که میشد مادرها میآوردنش، بیاین بریم بگیریم بخوابین، فردا مدرسه دارین، از تو کوچه و بین مردم میآوردنشون میکردن تو اتاق. الان یه زمانی شده همه باید از اتاق بکشیشون بیرون، بابا یکم برو هوا بخور، آدما رو ببین، یکمی به این شکل شده و اون همونطور که فهمیدین تعادل وجود نداره و سخته برای پدر و مادر واقعا. خیلی سخته. یکی از مواردی که مهمه اینه که از اگر بچه های کوچیک دارین از همین الان حضور پیدا بکنین به این جریان که این تعادل ها رو به وجود بیارین. اگر که خب حواستون نبوده و الان نوجوانی دارین که داره این کار رو انجام میده، قاعدتاً باز اگر که هنوز زیر 18 است و در کنار شماست ممکنه مقداری موقعیت داشته باشین که این مقدار استفاده کردن از کامپیوتر رو کمترش بکنین و در موقعیت‌های مختلف در زمان‌های مختلف روز بذارین که همونطور گفتم بینش باید یه کار دیگه بشه. بین اون باید بیان بیرون با آدم معاشرت کنن، مثلا وقتی خانواده با هم نشستن شام می‌خورن با هم گفتگو داشته باشن، نه که هر کی حالا اونو ول بکنن برن دنبال تلویزیون. این کمک میکنه که این ارتباطات به وجود بیاد و اصراری باشه که دوستاشون رو خونه هم دیگه بیارن و در کنار هم با هم دیگه باشن. بازی هایی رو که مثل با دست استفاده میشه، مثلا بسکتبال، فوتبال با پا و بدنشون در حقیقت توش هست رو اضافه بکنن به زمانی که اونها دارن. و اگر هم برصورت احتیاجه و مجبور میشن که یه مدت ساعت اینترنت رو قطع کنن و بعد دوباره بذارن تا زمانی که احترام به وجود بیاد که حتما بچه گوش بده، اگر مجبور باشن اولش استدعا میکنن، درخواست میکنن، با هم دیگه کار میکنن، نگوشییت میکنن، ولی اگر به جایی برسه که به هر صورت اینا کار نمیکنه، ممکنه یه جایی باشه که قانون خونه مجبورشن برای یه مدتی ساعت های اینترنت رو قطع کنن، دوباره بذارن، دوباره قطع کنن، دوباره بذارن. حتی وقتی بعد میگم اون طرف قرم بزنه، ناراحتی بکنه، مجبور میشه یه کار دیگه ای رو در بر بگیره که بره با آدما و حداقل با بدنش یه کاری انجام بده. این گروه دارن میان بالا، همش هم با کامپیوتر بودن، حالا چطوری میتونن ازدواج کنن، چطوری میتونن انعطاف داشته باشن، چطوری میتونن با یه نفر دیگه توی فضای احترام بذارن به عقایدش. یعنی این مشکل همجوری داره بزرگ و بزرگتر میشه. خیلی، یعنی این گروه جدیدی که دارن الان بزرگ میشن حتی حاضر نیستن پای تلفن حرف بزنن، یعنی فقط تکست میکنن با هم دیگه، حوصله حرف زدن هم حتی ندارن. و درست میفهمم، مثلا همین آیسولیشن، منزوی بودن، افسردگی از انزوا خیلی داره پیش میاد. مثلا انگلیس یک وزیری رو درست کرده به اسم وزیر تنهایی و لوندینس که بتونن این فضای دیگه ای رو به وجود بیارن. کامپیوتر خانم سروش
انقدر بچه ها تو همه موارد دارن ازش استفاده میکنن، درسشونه، یادگیریشونه، همه چی توی من با بچه کوچیکی داشتیم کار میکردیم، 5 سالش بود، بعد مامانش میخواست بهش بگه که دندون شده شروع اینا نمیرم، بعد یه دفعه یه دونه اپ پیدا کرد که این اپ قشنگ داشت موسیقی میخون و کارتون نشون میداد، بعد این زیرش داشت نشون میداد، بعد قشنگ در قسمت دندون نشون میداد که این چجوری کجاها باید بذاره و این بعد اینو بالا پایین میکرد تا 2 دقیقهش تموم بشه، یعنی دنبال این بعد میره. بعدش هم که آخرش تموم شد یه دونه پاداش گذاشته بود که حالا که تموم کردی یه کلمه میومد، بعد میدیدی کدوم عکس و کدوم کلمه ای برات اومده. در نتیجه میبینید تو خیلی موارد این اپا داره کمک میکنه به رفتار، ولی اینی که پدر مادرها متوجه بشن که چه کدوم یکی اینها رو باید استفاده بکنن که فقط حضور نیست بلکه تو وظایف رفتاری هم داره به بهبود زندگی اونها کمک میکنه، و بعد کجاست که دیگه بچه بعد از این گرفته بشه حالا خودش بتونه تنهایی این کارو بکنه یا حالا با خواهر یا برادرش این کارو بکنه. آره ببین، مثل هر وسیله دیگه ای هم میتونه مضر باشه، مثل همون چاقو که دستمون میگیریم حالا با. یا میتونه مضر باشه آدم بکشه، میتونه مفید باشه جراحی بکنه. فکر میکنم اینترنت و مدیا و دنیای اینا باید کم کم بدونیم ما باش چه کار کنیم. اما خب یکی از مسائلی هم که هست اختلاف هم، حالا ما همیشه تو برنامه میگیم فاصله بین بچه ها و پدر مادران خیلی زیاد شده، یعنی دیگه ما رو قبول ندارن نسل قبل از بس فا... یه زمانی میگفت مثلا بزرگ آقا رو یادتونه تو شهرسات، حالا که دارین میبینین بزرگ آقایی بود، حالا اونم شدتش زیاد بود و خوب نبود، ولی اینم که دیگه افسار گسیخته بود دیگه، احترامی به بزرگ، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگ که هیچ، پدر و مادرم دیگه ارتباطی باشون نیست. اینم مشکلاتیه که به نظر من جامعه روانشناسی، پدر و مادر و تعلیم و تربیت، والدین، اینها باید یه کارایی بکنن که نسل آینده واقعا این همه فاصله پیدا نکنن و زندگی معمولی هم حس کنن. کار پدر مادرها خیلی سخت‌تر شده. برای اینکه یه زمانی بودش که یک تجربه داشتن، فقط داشتن تجربه خودشون رو میوردن و منتقل میکردن به فرزندانشون. الان تجربه خودشون که سهله، لحظه به لحظه نه تنها باید با فضای روز باشن که ببینن چی کار میکنن، و 2 قدم هم جلوتر. خب 2 قدم جلوتر که اصلا نمیدونن چی. اینی که لحظه به لحظه با روز با بچه هاشون حضور داشته باشن و ببینن بیرون چیه، بچه ها از هم دیگه چی یاد میگیرن و میارن خونه، خیلی مهمه. ولی یک مسئله خیلی مهمه که به اشخاص بدونن، اون احترامی که داریم ما صحبت میکنیم به هیچ کدوم اینا ربطی نداره. شما اگر که احترام به بچه‌تون نذاشتین و اون فضای عشق و محبت و ابراز محبت و اگر کار اشتباهی کرده چجوری بلد بشین که این کار اشتباه رو تذکری بهش بدین و عوضش کنین، با احترام این کار نکرده باشین، فرقی نمی‌کردش که اگر اینترنت بود یا نبود یا قدیمی بود، مدل قدیمی بود، به هر صورت ممکن بود از ترس با شما کاری انجام بدن، ولی احترامه نبود و حرف رو گوش نمیدادن. الان خب ترس کمتر شده، مخصوصا در امریکا کمتر شده و اینا اختیار دارن که با در دسترس باشن با خیلی کسایی دیگه، بتونن تو همون فضا، مثلا 11 سالش از توی اینترنت میره با یک کسی که توی ایالت دیگه شروع کنه دوست شدن و اون خطرش ممکنه بیشتر باشه، ولی احساس نمیکنه که ناتوانه در مقابل شما، فکر میکنه همین الان میتونم برم هزار تا کار دیگه بکنم. خودش خیلی بالاتر میدونه. ببین یه جوریه که الان معلم دیگه کار خودشو درست نمیتونه انجام بده چون میبینه بچه‌ها جلوترن، دکتر میخواد کار خودش انجام، برو بابا من روی اینترنت خوندم این قرصه این خاصیت رو داره، ولش کن، دکتر مثلا برای خودش یه چیزی میگه، حرف من رو گوش کن. یعنی شده همش این تو دست بچه ها، حتی تربیت بچه ها. مثلا یه دوستی داریم که نویدار شده، میگه هر چی میخوام به دخترم بگم این کارو میگه نه نه نه، میره سر اینترنت، نه چطوری بخوابونمش، چطوری دیگه خاصیتاشون رو از دست دادن افراد، خاصیت پدر بزرگی، مادر بزرگی، پدر مادر، معلمی، باید حالا یه جایگاه جدیدی برای خودشون پیدا بکنن و اونم میره رو همون احترامه. دانش رو دیگه ماها از نسل قدیم نمیگیریم، دانش رو و تجربه رو تقریبا از اینترنت و جدید میگیریم. عشق و احترام و اون ارزش‌های انسانی که در کنار هم هستن رو از هم میگیریم. مثلا با همین نوید کوچولو که داشتیم راه میرفتیم، بعد یه دفعه برداشت یه چیزی از روی میز پرت کرد، درسته؟ وقتی پرت کرد، خب پدرش فوری برگشت گفتش که عزیزم این
کثیف کردن فضای جامعه است و ما حق نداریم اون کار بکنیم. بیا با هم بریم اونو ورداریم برگردونیم. ببین این یاد دادن احترامه. یا مثلا داشتیم رد می شدیم، گفت من این گلا رو خیلی دوست دارم، گفتم که دوست داری یکی از این گلا رو داشته باشی؟ پرگشت گفت آره، ولی به من گفتن این مال ما نیست، من نمیتونم برم فقط اینو بکنم. خب اینو کی بهش یاد داده؟ پدرش مادرش بهش یاد دادن. من گفتم خب اشکال نداره، اگه تو میخوای میریم اجازه میگیریم. وقتی بعد رفتیم تو رستوران مثلا گفتیم اجازه گرفتیم، اجازه به ما داد، اومدیم گلو کندیم. در نتیجه اینا چیزاییه که شما از اینترنت یاد نمیگیرید. این رفتارها، این موارده که انسانها به هم دیگه دارن در حقیقت منتقل میکنن و اینو دست کم نگیریم. یعنی شالوده رو، اون پایه و اساس و فونداسیون اگر قوی باشه، حالا روش هرچی هم ضعیف باشه باز میشه تغییرش داد. دقیقاً. یعنی حتی اگه من بگم که من میخوام این کار بکنم، اون شخص برگره بگه نه 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 به من نگو میخوام برم این تو، اونجا میگم پس بیا برم باید یاد بگیرم، به منم یاد بده، اطلاعات تو هم به من بده. بعد از اینجا خب این یک وسیله ای میشه که ماها رو به هم نزدیک کنه، نه اینی که برو کنار من کار خودمو دارم میکنم، منم عصبانی بشم که من به درد نمیخورم، در حالی که هر چیزی اون وظیفه وسیله نزدیکی ماها میتونه برام. من داشتم فکر میکردم یه روزی تو یکی از برنامه خودتون داشتین صحبت میکردین که حتی ازدواج هم یک وسیله است که ارتباط رو قوی بکنه و آدما رو به هم نزدیک بکنه. این که من به صرف این که حالا عروسی کردم، ازدواج کردم، شوهر کردم، زن گرفتم، کار تمومه، اونم باز دوباره توی دنیای خود ما بزرگسالانم همش اینا وسیله است برای اینکه دنیای ارتباطات بین انسان‌ها قوی تر بشه، بهانه برای اینکه ماها به هم دیگه نزدیک تر بشیم، چشم تو چشم بشیم، از قدرت کلاممون، لمسمون، اون قوای پنجگانمون استفاده بکنیم و حس ششم هم بهش اضافه بشه، اینا همه با هم دیگه که ما به آرامش برسیم. ولی اینطور که شما میفهمید اگه همش این وسایل باشه تشویش بیشتر بالا میره. پدر مادر تشویش دارن که بچهش دارن از دست میدن، بچه‌ها ناراحتن که پدر مادر نمیفهمنشون، اصلا دنیای دیگه مزاحمشونن، به شکل یه مزاحم دارن به پدر مادر رو نگاه میکنن. پس بنابراین من فکر میکنم که باید از دنیای روانشناسی کمک گرفت. کلیدها دست روانشناسان حاذق و خوب هست که بریم استفاده بکنیم. خوشبختانه خوشبختانه در فرهنگ ما همین داره جا افتاده و بهترم میشه. یه زمانی فاصله بود بین روانشناس، روانپزشک و جامعه، ولی الان تو خود ایران هم من سراغ دارم که هر مسئله میشه میگه نه بذار یه مشاوره بدم، بذار یک به اصطلاح مصلحتی بخوام از روانشناسم ببینم چی میگه. اینا خیلی کمک میکنه، چون یه فرمول وقتی به جا به کار نره بعد هی روز به روز سخت‌تر میشه، یعنی به یه جایی میرسه که از دستمون خارج میشه و بچه هم خودشون هم از دست خودشون خارج میشن دیگه. دست اعتیاد دست خودش نیست. من نمیتونم بگم تو بدی چون معتادی، چون مغزه است. درسته؟ اعتیاد رو نگاه کردم به اینه که برزاد یک بیماریه، به اون بیماری بعضیا جنتیکلی دارن، بعضیا به خاطر مسائل رفتاری پیدا میکنن و وقتی که ادامه پیدا میکنه خب تاثیراتش اینه که مغز رو هم و بدن رو تغییر میده و از یک جایی دیگه دست شما نیست، تو یک مثل یک مرز نامرئی رو میگذرید و بعد از اون مثل کسی که فرضاً مرز قند میگیره یک مرز نامرئی رو میگذرید و از یه جایی دیگه بدنش همون مدلی که قند رو داشته پروسه میکرده دیگه نمیکنه، یه مدل دیگه ای انجام میده و نمیتونیم تنبیهش کنیم. اگه پای یه نفر شکسته که من نمیتونم تنبیهش کنم تو چقدر بدی، چرا پات شکسته. اعتیادم همینطوره. بنابراین قبلش به قول فرمایش شما باید رفتارای ما طوری باشه که به اون مسئله نرسه، اگرم رسید بدونیم چه کار کنیم. حالا یه کارهایی که حالت پریونشن داره قبلش ما داریم نگاه میکنیم. یه زمانی هم هستش که خب حواسمون نده بوده، حضور نداشتیم، بهش اتفاق افتاده و حالا داریم بر میگردیم و التیام میدیم و درمان میکنیم. لایف ریست رو میخواییم، کتاب لایف ریست رو همه اون احتیاج داریم. به خدا امکان نداره که یه نفر رو پیدا کنی خانم دکتر فوجان زینی عزیز که بگه مثلا من هر کاری کردم به جاش عالی بوده و هیچ نمیخوام که تغییر بدم. هممون یه جاهایی حتم الخطا هستیم، اشتباهاتی کردیم که دوست داریم حالا عوضش کنیم، ریسیت کنیم و این همین امیدی که شما دارین میدین که میشه یه کاری براش بکنی،
این خودش شادی میده، آرامش میده، خوشحالی میده. ناتوانی حس کردن خیلی زجرآوره. در نتیجه قدرت اینو حس کردن و شناخت اینه که تا کجا هستش که من میتونم این چیزی رو تغییر بدم و تا کجاست که من باید واقعا بپذیرم اون چیزی که هست و خودم رو تطبیق بدم باهاش، فضا رو باز میکنه که من رو از درونم آرومتر بکنه و بعد ارتباطم رو بهتر کنه. سپاسگزارم از حضورتون. میدونم که وقت ندارین ولی میایین در برنامه لایو شرکت میکنین. از شما عزیزان هم میخوایم اگر سوالی دارید از خانم دکتر یا میخواید در برنامه لایف اون مسئله مطرح بشه حتما به ما زنگ بزنید، ما رو در جریان قرار بدید، ما هم در خدمتون هستیم با سوالاتی که میفرستید. سپاسگزارم ازتون. شاد و خوشحال باشید.